سلام به دوستای خوبم، امیدوارم حال همگی شما از هر جایی که هستید عالی باشه. امروز یه درس خیلی کوتاه ولی خیلی مفید داریم. خواستم یکی از این شورت ها رو براتون بسازم که خیلی کوتاهه، که خیلی هم وقتتون رو نگیرم. راجب غیبت کردن، دقیقا مثل خود انگلیسی ها و اینکه چطور مثل انگلیسی شما غیبت کنید. اولش میتونید شروع کنید: Don't tell anyone that I told you this, because they will know that I told you. به کسی نگو که من اینو بهت گفتم، چون میفهمن که من بهت گفتم. Don't tell anyone that I told you. Don't tell anyone that I told you. یا it's a secret, don't tell anyone. میتونی بگی اصلا یه رازه، به کسی نگو. هر دو مدلش میتونی بگی. حالا میتونی آب و تابش بدی، شاخ و برگش بدی، هیجانش رو زیاد کنی. You will never guess what I saw last night. حدسش هم نمیتونی بزنی که دیروز من چی دیدم، دیشب من چی دیدم. You will never guess what I saw last night. حدس هم نمیتونی بزنی که من دیشب چی دیدم. I was in a cafe with a friend of mine. I was having a cup of coffee when I saw Mark and Sarah together. I was shocked. Can you believe it? Can you believe it? They were having a chat, and then guess what? Guess what? They had a very long snog. همدیگر بوسیدن. Can you believe it? Can you believe it? باورت میشه؟ بعدم برای اینکه یه مقداری دوباره بهترش کنی و همچین هیجان بدون اون چیزی که میگه Can you believe it? حالا شما فرض رو این بزنید که این دوتا قرار نبوده اصلا با هم باشن، شما داشتن قایم میکردن یا نباید هم دیگر رو میبوستن یا قرار نبوده هم دیگر رو ببوستن و و و خیلی چیزهای دیگه. به هر حال به این قشنگی، به این راحتی میتونید مثل انگلیسی دقیقا غیبت کنید. هرچند که غیبت کار خوبی نیست، ولی here we are باید یادتون میدادم. روز خوبی داشته باشید. تا روز بعدی ازتون خداحافظی.